من محمد تنگستانی هستم، یا به قول معروف محمد تنگستانی هم، و شما ملت ستمکش ایران بدون هیچ وقفه سلام و احوال پرسی که مزید زمان است و هر خبر ممد حیات فرد یا جماعتی و چون منتشر شود مفرح ذات، در این برنامه که توسط خودتون ساخته میشه میگید که در شهر و روستا و محلتون چه خبره. ملت ستمکش ایران چه خبر؟ من عبدالله نژادم، مادر حامد قراغلانی، زندانی سیاسی. پسر من یک آزادی خواه عضو هیچ گروهی نیست و من از حمایت های شما مردم عزیز خیلی ممنونم و حمایت های شما باعث شده که من این رنجی که در داخل دارم، در وجودم هست، اونا رو از یاد ببرم. ممنونم از شماها. من والا هر روز به چون دلتنگی هم زیاده، هر روز براش نامه میدم، انتظار دارم پسرم هم بیاد این نامه ها رو جواب بده. من خیلی دلتنگشم. فقط خواهش میکنم صدای حامد من باشید تا حامد من رو از زندان آزاد کنن. حامد من بیگناهه، فقط صدای یک ملته. از زمانی که به دلیل وجود استبداد و سانسور در ایران شهروند خبرنگاری جان گرفت، خیلی از معادلات عوض شدن. رسانه ها دیگه مانند دهه‌های گذشته نیستند که هر چی میگفتن شما بشینید نگاهشون کنید. الان شما خودتون بخشی از هر رسانه هستید، درست مثل همین برنامه که توسط خودتون داره ساخته میشه. در نتیجه گزارشاتون رو تهیه کنید، کادرتون رو افقی بگیرید، بفرستید و بعد بگید که تو شهر و روستا و محلتون چه خبره. ملت، ورزش خیلی خوبه، ورزش کنید. اما من تو زندگیم هیچ وقت ورزش نکردم. در نتیجه این جمله ای که گفتم ملت ورزش خیلی خوبه ورزش کنید دروغ بود. در گزارش هایی که داریم تهیه میکنیم نباید دروغ بگیم. اگر اتفاقی خوبه باید بگیم خوبه. اگر ما اون اتفاق رو تجربه کردیم باید بگیم ما تجربه کردیم و تجربهمون چطوری بوده. در نتیجه به این دروغی که ابتدای این جمله گفتم اهمیت ندید. من دروغ گفتم، من تو زندگیم تا حالا ورزش نکردم. اصلا پام تو زمین چمن که هیچی، تو زمین هیچی هم نرفته است. اصلا تو زمین نرفته پام. امروز میخواییم بریم توی زمین چمن در یک مدرسه فوتبال، ببینیم که بچه های کار که در این مدرسه دارن فوتبال یاد میگیرن و فوتبال بازی میکنند چه سختی هایی دارن. آیا فقط فقر و نداری اذیتشون میکنه یا مشکلات قانونی دیگری هم دارند؟ من 18 سال بودم، امسال رفتم وارد 18 شدم. تحصیلاتم هم امسال تموم شد که کنکور دادم، قبول شدم دانشگاه قم، قبول شدم شهاب. حالا باز یه سری مشکلات مدارکی خوردیم، باز اونم برطرف بشه امید خدا تحصیل ادامه میدم. بله، من سال 86 بود که با انجمن حمایت کودکان کار آشنا شدم. یعنی سالی بود که من نمیتونستم دانشگاه دولتی ایران درس بخونم. بعد با این مؤسسه آشنا شدم، شروع کردم به تحصیل تا کلاس نهم. بعد از کلاس نهم به بعد که یه قانون گذاشته که ما میتونیم درس بخونیم، من وارد دانشگاه دولت مدرسه دولتی شدم. بعد از اون به بعد با کمک همین انجمن من شروع کردم تحصیل رو ادامه دادم. بعد وارد الان امسال کنکور دادم، وارد دانشگاه شدم. بعد تو کنار همین تیم، تو کنار انجمن یه تیم داشت، تیم فوتبال، که من سال 90 وارد تیم شدم. بعد شروع کردم بچه‌ها تمرین کردن و اینا. بعد یه مسابقات گذاشتیم، رفتم تیم‌های بالاتر با تیم‌های خوب مسابقات دادیم، انتخاب شدیم، رفتیم تیم پاس قوامی، تیم برق تهران رفتیم. این همه باشگاهی بود که بازی کردم. باز به دلایلی باید به خاطر همین مدارک و اینا نشد دوباره باشگاهشون بازی کنیم. اما دوباره تا خواست از ما مدرک خواستن، نگاه کردم ما اطفاییم، به همین دلیل عطا بودم ما رو وارد مسابقات نکردم. گفتم شما به این دلیل شما نمیتونید وارد مسابقات بشید. 8 سالگی داشتم بعد سر چهارم مولوی دست فروشی می‌کردیم. بعد تا سن 14 15 سالگی یعنی همه کار کردم، کشتارگاه می‌رفتم کار می‌کردم. کشتارگاه می‌رفتم زیر ماشین‌ها یه سری چیزا می‌افتاد، مثلا لاشه‌های مرغ‌ها جمع می‌کردیم. بعد دست فروشی سر چهارا میکردیم، اسفندودی میکردیم، فال میفروختیم. الان دیگه بعد از سن 14 بعد رفتم یه شغلی هم خیلی شغل درست حسابی خیاطی رفتم. الان که واسه
کلاس بازیگری میرم، دو سال کلاس بازیگری میرم، یه فیلم کوتاه بازی کردم نقش اصلی، بعد تئاتر بازی کردم، چهار سال تئاتر کار میکنم، بعد گیتار به صورت حرفه‌ای میزنم. آدما یه وقت نیایید بگید این بچه افغانستانی بود و این چیزا، از این حرفا نبینم بیایید بزنید تا افغانستانی و ایرانی و آلمانی و بنگلادشی و هندی و نمیدونم انگلیسی و اسرائیلی نداریم. همه ی آدم ها باید از ابتدایی ترین حقوق انسانی برخوردار باشن. تحصیل کردن ابتدایی ترین حقوق انسانیه. این بچه درس خونده، کار کرده، فوتبالیست شده، الان وارد دانشگاه شده، قبول شده، اما اجازه تحصیل نداره. خب از اینجا به بعد دوباره بریم سراغ شهروند خبرنگار ایران وایر که با مابقی اعضای این تیم فوتبال در اون مدرسه فوتبال که نخواستن اسم اون مدرسه فوتبال ذکر بشه، ببینیم چه گفتگوهایی کرده، چه حرفایی زده و اون بچه ها از دغدغه و آرزوها و امیالشون چه چیزهایی رو گفتند. من 84 متولد 82 مدرسه میری یا تموم شد؟ نه مدرسه خیلی وقت دیگه نمیرم. از چند سالگی؟ از 14 سالگی مدرسه. 14 سال. شغلت چه؟ شغلم دستفروشی. دستفروشی. چند نفری؟ من 8 8 نفر. ناناور خانواده یا کس دیگه هم؟ من و بابام. شما و بابات. درآمدت چقدر از دستفروشی؟ بین 2 تومن 2 دو خورده ای. 8 نفرین، حالا بابا هم که داره، میگذره زندگیتون؟ شو چه کنیم از بیرون میگذرینیم با همین. و از کی عضو کانون یا انجیو ها بودی؟ کانون چی؟ کانون نبودی اصلا؟ نه پرورش فکری نه، همین از اول انجیو بودی. چند سال فوتبال بازی میکنی؟ من حالا تو تیمی بازی نکردم، اولین بار هم تو تیم میام، ولی تو کوچه خیابون بازی میکردم. من 16 سال. از چند سالگی کار میکنی؟ من کلاس 4 و 5 کار میکردم، داخل چراغ برق هم کار میکردم. چه کار میکردی؟ لوازم ماشین سنگین بود. خب الان چه همون کار رو داری؟ بله. تحصیل هم میکنی؟ بله. و اینجا فوتبال بازی میکنی، من شنیدم اینجا یه آینده ای داره، از آیندهش به من میگی؟ ما اینجا اومدیم به امیدی که مثلا فوتبالیست بشیم، یه هدفی واسه خودمون رقم بزنیم، شاید زندگیمون بهتر شد. درآمدت الان چقدره؟ 1200. 1200. نوناور خانواده یا کسی کمکت میکنه؟ نه نوناور. چند نفریم؟ 4 نفریم. 5 نفر بودیم، پدرم فوت کرد، شدیم 4 نفر. خدا رحمت کنه. 4 نفر. 4 نفر خرجشون با شماست، با 1200 میگذره؟ ای یه آینده‌ای برای خودت متصور هست یا غیر فوتبال؟ چی کار میخوای بکنی؟ به کجا میخوای برسی؟ از طریق شغلی بگم. شغلی آیندت چی از نظر خودت؟ میخواستم درس بخونم، بعد دیپلم که گرفتم دانشگاه، وارد دانشگاه افسری. در چهارا شیشه پاک کنی. شیشه پاک میکنی؟ بله. بعد جمعه ها اینجا فوتبال بازی میکنی؟ بله. خب یکم از کارت برای من میگی، درآمدت، خرج چی میشه، چجوری زندگی میکنی، تفریحاتت چیه؟ درآمدم روز 40-50 منه، بعد میرم خونه اونا چیزش رو میبرم مدرسه، مامانم به مامانم میدم پولا به برق، خرج خونه اینا، همینا. میگذره خوبه؟ دار شکر، بد نیست. و الان با وجود اینکه خیلی گرونی شده، سخت شده زندگی یا نشده؟ آره دیگه سخت شده دیگه، میگذره زندگی دیگه میگذره. اینکه از الان مرد خونه خوبه، لذت بخش، احساس قدرت داری؟ آره. خب شما اینجا فوتبال بازی میکنی، این شنیدم از اینجا تو تیمای مطرح هم میبرنتون اگه خوب باشین. آره این من اتفاق افتاده. من تو تیم سایپا. من شنیدم اینجا عضو تیمای بزرگ میشن بعضی از بچه‌ها، درسته؟ شدن تا حالا دوستاتون تو تیم رفتن؟ بله. چه تیمی؟ تیم سپاهان دروازه‌بان. شما میخوایی چه تیمی بری؟
من ای خدا بخواد استقلالی. استقلالی آبی پس. بله. من 13 سالم. 13 سالت درس میخونی؟ بله. کلاس چندومی؟ هشتم. هشتم شاگرد چندومی اون وقت؟ خوبه دیگه. وسطاشم دیگه. نه خیلی خوبه درستت. نه پایین. شغلت چه؟ من شغل خاصی ندارم. یه مدت کار میکردم الانم با آبجیانم. چی کار میکنم؟ یه بسته بندیه. بسته بندی میکنی. از چه سن کودک کاری؟ من کوچیک بودیم. همینجوری بسته بندی بود. بچه این دیگه اول دوم. من 15. 15. شغلت چه؟ شغل من دست فروشی. دست فروشی. از چه سالی همین کارو میکنی؟ من 2 سال دیگه تقریبا. 2 ساله؟ تو این 2 سال نانآور خانواده یا کمک خانواده؟ نانآور خانواده. چند نفری؟ منم و مادرم. 2 نفری. درآمدت حدوداً چقدره تو ما؟ درآمدم روزی بین 30 یا 40 دیگه. 30 یا 40. بعد میرسه به زندگی و من هزینه هایی که داری؟ دیگه خرج بخور نمیر هست دیگه. الان از اینکه مرد خانواده ای چه احساسی داری؟ خوبه یا خوب نی؟ به نظرم خوب نیست. نه خوب نیست که تو 15 سالگی مرد خونه ای. و تحصیل هم میکنی؟ تحصیل آره تا امسال رو مدرسه میرفتم و امسال رو بل کردم دیگه چون سخت بود. آدم ها این بچه ها در این باشگاه به صورت حرفه‌ای دارن فوتبال رو دنبال میکنند. شاید در آینده چند نفر از این کودکان ستاره های فوتبال بشن. در نتیجه این برنامه رو جدی بگیرید. این گزارش هایی رو که دارید میگیرید و سبب حمایت این بچه ها میشه این گزارش ها رو جدی بگیرید. شهروند خبرنگاری مقوله‌ای خیلی جدی مخصوصا در جامعه کنونی ایران است. مردم گوش و چشماتون رو تیز کنید ببینید اطرافتون چی میگذره. آیا حقوق شهروندیتون رعایت میشه؟ آیا در شهر و روستا و محل اقامتتان همه چی ردیفه؟ بعد بلند بلند گزارش تهیه کنید و فریاد بزنید و بگید چه خبر. همیشه خبرها نباید بد باشه، خبر خوبم میتونید بدید. از شهر و روستا و محله ها درباره همه چیز و همه کس خبر تهیه میکنیم. از خبرهای خوب خوب تا خبرهای بد بد. خبر خوب خبریه که همچی حال دلتو خوب کنه. این حال دلتو خوب کنه رو دارم تیکه میندازم به اون شهروندی که در اولین قسمت از برنامه چه خبر اومد دایرکت به من داد. مگه خبر خوبی هم هست؟ بله خبر خوبی هم هست. تو این برنامه قرار نیست مچ کسی رو بگیریم یا کسی رو لو بدیم، فقط خبر رسانی میکنیم تا ایران و ایرانیان و جهان و جهانیان بفهمن در شهر و روستا و محله های ما چه خبره. دلبر به من رسید و جفا را بهانه کرد، افکند سر به زیر و حیا را بهانه کرد، آمد به بزم و دید من تیر روز را، ننشست و رفت تنگی جا را بهانه کرد. آغشته بود پنجش از خون عاشقان، بستن به دست خیش حنا را بهانه کرد.